سلام، وقت شما بخیر. من عبدالله نیازی هستم، به سرویس خبری این ساعت از رادیو تلویزیون ملی تخار خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 ماه حوت سال 1402 هجری خورشیدی، 22 ماه شعبان سال 1445 هجری قمری و 4 ماه مارچ سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. برگزاری نشست برنامه سوادآموزی ریاست معارف تخار. به گفته مسئولان، تا سال جاری هزاران تن که از نعمت سواد محروم بودند پس از فراگیری برنامه سوادآموزی اسناد فراغت به دست آوردند. تلاش ها برای حفظ دستگاه های قدیمی و سنتی تولید روغن خالص در تخار. شمار از صنعتکاران و باشندگان چاهاب تخار از مردم می خواهند تا به جای استفاده از محصولات خارجی از تولیدات داخلی استفاده نمایند. و کاهش 98% خصومت های ذات البینی در ولایت کاپیسا. مسئولان سرحدات، اقوام و قبایل این ولایت میگویند که تا یک سال اخیر 25 قضیه خصومت ذات البینی را در این ولایت حل و فصل نمودند. مشروعی خبرها. ریاست معارف تخار میگوید که از آغاز سال جاری تا کنون در مرکز و ولسوالی های این ولایت هزاران کودک بر شمول بزرگسالان که از نعمت سواد محروم بودند پس از فراگیری برنامه های سواد آموزی سند فراغت به دست آوردند. مسئولان این ریاست در یک نشست گزارش دهی از مردم و نهادهای کمک کننده میخواهند برنامه های سواد آموزی ریاست معارف را به خاطر آموزش افراد فاقد سواد و کم سواد صادقانه حمایت و همکاری نمایند. اسدالله زمرعی گزارش میدهد. نشست گزارش دهی از کارکرد کمیته ملی سوادآموزی ریاست معارف تخار است. مسئولان این اداره میگویند که از آغاز سال جاری تا کنون در مرکز و ولسوالی های این ولایت بیش از 3500 تن که شامل کودکان، جوانان، زنان و بزرگسالان می شود و از مکتب باز مانده بودند، بعد از فراگیری برنامه های سوادآموزی ریاست فارغ و سند فراغت به دست آوردند. در سال 1402 224 با کورس سوادآموزی را با کمیت 134 تن معلم ایجاد کرده و 4245 تن سوادآموز جذب کرده و بیشتر از 3500 نفر در ختم سال فارغ کرده. توقعات ما از تمام ادارات دولتی و سطح ولایت مؤسساتی است که در سال 1433 بار همکاری کنند. به خاطر برخمند شدن برادرها، خصوصا کسایی که یک انداز سنشان بالاتر است، و دست آوردن این نعمت هر برادری که از واسش چقدر می شده باشه و مدیریت سوادآموزی حق همکاری را دارد. در همین حال شماری از فارغان در کنار اینکه بر ادامه چنین برنامه های سوادآموزی تاکید دارند، اما از مردم و نهادهای کمک کننده می خواهند به خاطر داشتن یک معارف با کیفیت واری از چالش در کنار ریاست معارف تخار قرار گیرند. کورس به سواد آموزی داد، ما مشکلات خود، مشکلات برادر، نام پدرم باشه، نام اولادایم باشه، نام خودم باشه، هر جای باشه ما پیدا کردم میتونم. از این مدرسه تشکر میکنیم. برنامه ریزی در مقام ولایت کسب در یک سال برای ما خوب درس یاد داد استاد گرامیمون و نوشتن و خواندن را خوب درست یاد گرفتیم. بسیار تشکر زیاد از ریاست معارف. با گفته مسئولان ریاست معارف تخار، با استفاده از برنامه های سوادآموزی در کنار افراد عادی، برای کارکنان خدماتی ادارات دولتی، سربازان قطعات امنیتی و دفاعی نیز زمینه فراگیری علم دانش را مساعد کردند. تولید روغن به گونه سنتی هنوز هم در ولایت تخار کاربرد دارد و شمار زیادی از باشندگان این ولایت استفاده از روغن های جواز را نسبت به روغن های ماشینی ترجیح می دهند. شمار از صنعتکاران در ولسوالی چاهاب تخار می گویند به خاطر حفظ و جلوگیری از نابودی دستگاه های قدیمی و سنتی تولید روغن تلاش نموده و برای مشتریانشان روغن خالص و با کیفیت تولید می نمایند. جلال سما. در این گزارش شغل مردی را به تصویر می کشیم که 40 سال است با چرخیدن در اطراف این دستگاه سنتی و دستساز که با آن جواز می گویند برای مردم و مشتریانش روغن خالص تولید می کند. این باشنده ولسوالی چاهاب تخار که در جوازرانی مهارت خاص دارد می گوید در کنار تأمین نفقه خانواده ده نفریش به خاطر جلوگیری از این صنعت دستی و تاریخی کشور کار می کند.
هر جنسی که باشه روغن داشته باشم ما در این ماشین آب میکنیم، از این استفاده میکنیم، روغنش هم میکشیم، میگیریم و مردم تولید میکنیم. اسکر محمد تاکید دارد این دستگاه چوبی ساخت خودش در یک زمان ظرفیت 2.5 سر بار را دارا بوده و روزانه 4 سر روغن و 10 سر کنجاره تولید میکند. به گفته ای وی تنها جواز وطنی که در مرکز چاب فعال است. آثار امنیتی قره از 500 سال گذشته شده است. فعلا آثار امنیتی قره با تیشه و مصران و زندس پیکار پنجه خدم خدمه جور کردیم. بغجی داره، ترک داره، تیرچو داره، کلیاک داره، اونا دیگه بالا یک کنش یک آین داره. شماری از باشندگان چاب و تخار استفاده از روغنهای جوازی را نسبت به روغنهای ماشینی ترجیح داده و آن را با کیفیت عنوان می کنند و از مردم می خواهند از محصولات وطنیشان استفاده کنند. روغنی بدون امراض است، روغن سیهی تر نسبت به روغنهایی که ما شما از او استفاده می کنیم که امروز روغنهای جواز، روغنهای ماشینی برام است که هزارها و حساب مریضی ها را به بار می آره. این روغن بهترین روغن است، ما از این استفاده می کنیم. در حالی که با افزایش دستگاه های برقی و سرعت کاری آنان، کاربرد دستگاه های تولیدی سنتی و دستساز در تخار کم شده است، اما در ساحات دوردست این ولایت هنوز هم دستگاه های تولیدی مانند جواز و آسیای آبی کاربرد دارد و مردم هم از تولیدات آنان با علاقه خاص استفاده می کنند. اکنون هم چند خبر کوتاه. تیم بازرسی و نظارتی آمریت غذا و ادویه تخار از 3 باب عمده فروشی ادویه در شهر طالقان بررسی نموده و بعد تعداد 879 قلم ادویه‌جات تعریف گذشته غیر معیاری و بدون کیفیت را جمع‌آوری کردند. همچنان برای ادویه فروشان توصیه های لازم به صورت کتبی و شفایی را گردید. شمار از جاده های شهر طالقان از وجود برف پاککاری شد. شهرولی طالقان به خاطر ایجاد سهولت در رفت و آمد مردم برخی از جاده های شهر طالقان را از وجود انبار برف پاککاری نموده و از مردم میخواهند از انداختن برف در داخل جوی ها و وسط سرک ها خودداری نمایند. اکنون هم بیرون از ولایت، آمریت سرحدات اقوام و قبایل کاپیسا از حل و فصل 25 قضیه خصومت های ذات البینی تا یک سال گذشته خبر دادن. میگوید با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان سطح خصومت ها در این ولایت 98% کاهش یافته است. همکارم شبیر احمد محمدی از کاپیسا گزارش میده. آمریت امور سرحدات اقوام و قبایل که در راستای محو خصومت ها فعالیت دارد از حل و فصل 25 قضیه خصومت‌های ذات البینی که منجر به قتل و آواره شدن ده‌ها تن در ولایت کاپیسا شده بود خبر داده می‌گوید که با حاکمیت امارات اسلامی توانسته‌اند سطح دشمنی‌ها را به 98% کاهش داده و فضای اخوت و برادری را برای مردم به وجود آورند. نموید د خلق د ولسونه دغه غوړو چې باید اتفاق اتحاد ووسیږي او د موږ سره انشاءالله همکار ووسیږي تر څو دغه مشکل موږ دوی او خپل منځ کې خپل سره حل کو. کوم مشکل چې د حل و منازعاتو د علماو او متنفذینو د قانون د لارې حل شي هغه بیا وروسته نه پښیماني لري او نه دغه بدی پاینده کې پاتې کیږي ځکه چې دوی یو بل ته عفو او بخشش وکړه. شریعت هم داسې هیڅ پاپ او بخشش کې ډیر غټ اجر دی. از سوی هم شماری از باشندگان کاپیسا که طی سالهای گذشته در نتیجه خصومت‌های ذات‌البینی متحمل خسارات جانی و مالی شدند، اقدام مسئولین محلی را در حل آن ستودنی خوانده، خواهان اتحاد و همدیگر پذیری میان مردم هستند. من اینجا 5 ساله بودم که من از این کوبان به کابل ما مهاجر شدیم و 25 سال از این قضیه گذشت که من امروز حال به 29-30 رسید سینما که امروز بسیار جای مسرت و خوشایندی است برای ما. دوباره در دیار خود به صلح و صمیمیت با بچه های کاکا و فامیل خود یک جا شدیم. هیله مدا در طول و هغو دوستان و مسلمانان و طول و افغانان و نسید بخپل منز که چیر تا درگیری او یا ترمنز دخمنیانی بی بقا نلری هیچ وقت هیچ چیر تا. این در حال است که مسئولین رهبری امارات اسلامی طی سفرهای مکرر به کاپیسا در نشست‌های بزرگ مردمی بر وحدت و همدیگرپذیری میان اقوام ساکن تاکید کردند.
مسئولان ریاست فوید عمومی ولایت بغلان از باز شدن کوتل‌های صعب العبور ولایت بغلان خبر می‌دهند و می‌گویند که کوتل‌های پلفی و شیخ جلال که شش ولسوالی این ولایت را به مرکز وصل می‌کند، پاکاری و برای ترافیک باز شده است. محمد نصیر طاهری گزارش می‌دهد. ولایت بغلان از جمله ولایات کوهستانی است و کوتل‌های صعب العبور نیز دارد. کوتل‌های پلفی و شیخ جلال از جمله کوتل‌های صعب العبور این ولایت است که از اثر بارش برف مسدود شده بود. مسئولان ریاست فواید عامه ولایت بغلان از باز شدن این کوتل‌ها خبر می‌دهند و می‌گویند که این کوتل‌ها توسط پرسنل و ماشینری ریاست فواید عامه ولایت بغلان پاککاری شده است. د تیر ورځو د واورو د ورښت له امله چې د شیخ جلال او پلپی کوتلونه مسدود شوی او بند شوی و، الحمدلله د فوایدامې د ریاست پرسونل او ماشینري په توسط او د ولایت په همانګي باندې پاکاري وسو او په الحال لار خلاصه ده او خلک کوي چې خپل رفت و آمد وکړي. در همین حال رانندگان و مسافران از این اقدام ریاست فواید عامه ولایت بغلان ابراز قدردانی کردند و میگویند که راه مواصلاتی ولسوالی های خوست ها به اسرع وقت باز شده است. فاز خدای مشکلی نبود دیگه، خیر بینه امارات اسلامی که چندین بارشه که مختلف پالفی را گلیدارش دیگر وقتی که برف میزنه میاد پاکاری مینه، فعلا هیچ مشکلی نیست، را باز است. امارات اسلامی لیدراش روان کرد دیگر، را پاک کرد، را یورور مردم باز شد. گفته می شود کوتل پلفی و شیخ جلال از جمله کوتل های صعب العبور ولایت بغلان است و ولسوالی های خوست، فرنگ، گذرگاه نور، جلگه، برکه و نهرین را به مرکز این ولایت وصل می کند. بیننده و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، این بود مجموعه خبری این ساعت، تقدیم شما شد. وقت خوش، حالا نگهدار. بیننده ها و شنونده های محترم رادیو تلویزیونی ملی تخار، توجه نمایید به اعلانات امروز دوشنبه مورخ 22 ماه شعبان سال 1445 هجری قمری برابر است با 14 ماه حوت سال 1402 هجری شمسی. اسامی مجیب الله ولد نجیب الله مالک راهنمای معاملات مجیب الله صافی خواهان انتقال دفتر راهنمای خیش از ساحه ولسوالی چال به مرکز طالقان باقی پلی جلات می باشد. بینان افراد و اشخاصی که ارگاه با موصوف معاملهی داشته باشند می توانند الا مدت 10 روز عرایزشون را به ریاست عدلی ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی عبدالوسیم ولد محمد خان مسکونه شهر طالقان یک را در ریکشای ایندی را از شرکت تی وی ایس خریداری نموده است. بینان افراد و اشخاصی که در مورد کدام معاملهی داشته باشند می توانند الا مدت 3 روز عرایزشون را به مدیریت پلیس ترافیک ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی نویدالله ولد جمعگل یک جوره پلیت 4225 موتر نوی سراچه خیش را مفقود نموده است. یا بنده می تواند به مدیریت پلیس ترافیک ولایت تخار تسلیم نماید. اسامی حمیدالله ولد بدل محمد، نذیر محمد ولد ایدی محمد، رمضانی ولد نجم الدین، سلیمان ولد عبدالمعروف، عین الدین ولد دلشاد، محیب الله ولد محبوب الله، زیاگل بنت امیر محمد، نذیر بیگم بنت محمد الله، شکرالله ولد عبدالستار، محمد نعیم ولد عبدالقیم و حمیدالله ولد آرزو محمد پاسپورت، تذکره الکترونیکی و جواز کار خیش را مفقود نمودند. یابندگان می توانند به اداره های احصایه و معلومات، آمریت پاسپورت و ریاست کار امور اجتماعی ولایت تخار تسلیم نمایند. پیام ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت تخار. هموطنان عزیز، از اینکه موسم نهالشانی فرا رسیده و تمام مردم در این امر خیر باید سهم فعال داشته باشند، ریاست حفاظت محیط زیست ولایت تخار به منظور تامین سالمیت محیط زیست و حفظ سلامتی صحت هموطنان گرامی دوشا دوش دیگر نهادهای دولتی هست هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده، با کمال احترام از همه نهادهای محترم دولتی و غیر دولتی، تعلیمی، تحصیلی، نظامی و ملکی ولایت تخار تقاضا می نماید تا در سرسبزی و شکوفایی ولایت خود دست به کار شده، به غرس نهال و بته های زینتی و احداث ساحات سبز در محل کار، منازل، کوچه، گذر، داخل شهر، مقابل دوکاکین، صحن مساجد، مکاتب و خلاصه در هر جایی که هستند و امکانات برایشان وجود دارد اقدام نموده و از آن مراقبت و حفاظت نمایند تا خداوند جل جلاله او از ما شما راضی و خوشنود گردد و هم محل خود را سرسبز و شاداب ساخته باشیم.